با درود به شما همیهنان عزیز و با تبریک سال 2015 میلادی به همه شما همیهنان، به خصوص مسیحیان ایران. ایرج فاطمی هستم و اولین برنامه سال 2015 را به اتفاق علیرضا کارگردان برنامه شروع می‌کنم. در آغازین دقیقه‌های سال 2015 در کشورهای جهان موج آتش‌بازی و شادی همه جا را گرفته بود. مردم همه سرزمین‌هایی که شور و امید در دلشان زنده بود به جشن و پایکوبی پرداختند. جشن و پایکوبی در همه جا بود. همه شاد بودند، میخندیدند، عاشقان بر هم بوسه میدادند و تنها عشق در فضای کشورهایی که جشن گرفته بودند پرواز میکرد. در گرما گرم این شادی ها و لبخند ها در منطقه از همین جهان، در خاورمیانه ما، غول تازه به میدان آمده داعش می کشد و کشتار پردامنه ای را ادامه می دهد. در ایران بلازده ما موج اعدام ها همچنان ادامه دارد. موج اعدام هایی که به هیچ وجه قانونی بر آن نیست. لبخند و شادی جایی ندارد. آخوندها و دار و دسته هایشان مراسم عزاداری پشت سر هم برگزار می کنند. در جایی که مردم می خندند، آنها مراسم عزاداری خودشان را دارند اجرا می کنند. همیهنان عزیز، دیدید شادی بود و شادی و در ایران ما و در همسایه ما ترور بود و گریه و زاری و اعدام. تصویرها گویا بود، بیشتر از این در این مورد نمیتوان سخن گفت. میرویم و باز میگردیم. در اینجا فرصتی است تا ببینیم در سال 2014 مردم ایران و ما
براستی در جهت پیشرفتن به سوی یک آینده روشن چه کردیم؟ دستاورد ما چه بوده است؟ من از این دستاورد بسیار ناراضی هستم، چه دستاوردهای خودمان چه دستاوردهای مردم ایران. در حقیقت دستاوردی نداشتیم، اما همچنان سرسختانه روزنهای امید را باز نگه می‌داریم و این تیر ترکش خود را در کماندان خود داریم و هرگز از پای نمی نشینیم. به راستی جوانان ایران که بیشترین بخش از جامعه ایران را شکل می دهند، کدام دروازه امید را روبروی خود در افق می بینند؟ جوانان از زن و مرد، و به راستی کدام قدم را برای رسیدن به آرمان‌های خود طی کردند؟ همه جا این جوانان را می‌بینید در آشفت بازار حکومت جمهوری اسلامی ما در کجا ایستادیم؟ و اگر در جایی و گوشه ایستادیم چه کردیم و چه باید می کردیم که نکردیم؟ ما در میان محاصره کشورهای اروپایی، امریکا و کشورهای ریز و درشت دیگر هستیم. کوچکترین قدم ما را متوجه می شوند و نمی گذارند و به دنبال زد و بندهای آنچنانی هستند با رژیم خون و جنون در جمهوری اسلامی. این جوانان ایران آیا شده است برای مدتی به عمق تفکرات آخوندها بروند و ببینند در آن مغزهای تهی این جانوران چه می گذرد؟ آیا این مغزها را می شود اصلاح کرد؟ آقایان اصلاح طلب، نگاه کنید، شما که در بحبوحه بحران ها همواره ساکت نشسته اید و تا تقی به توقی می خورد خودتان را وسط میدان می اندازید و می گویید ما اصلاح طلب هستیم و فلان هستیم، ولی چرا کاری نکرده اید؟ کجا هستید؟ آیا اصلا با این جانوران می شود کاری کرد؟ از دیدگاه من هرگز. آوار بیکاری همچنان بر سر روی مردم می ریزد و وضع اسفبارتر از هر هنگام دیگری است. فقر آنچنان توسعه پیدا کرده است که رمقی برای کسی باقی نمانده است. این را خوب میفهمیم. و تأسف بارتر از همه این که مردم که در فقر فرو رفتند در برابر چشمان خود میبینند که در کنار دستشان حکومتیان و فک و فامیل هایشان و اراذل اوباش نگه دارنده این حکومتیان چه خانه هایی ساختند. چه ویلاهایی بنا کردند، چه آپارتمانهایی دارند، چه ماشینهایی برای فرزندان خود خریدند و پولهایشان از حد گذشته است. از 1 میلیارد به بالا باید صحبت کرد. دزدیهای میلیاردی میکنند و فساد گسترش یافته و فقر توسعه پیدا کرده است و پایین دستی ها نظاره می کنند
کاری از دستشان بر نمی آید و این فساد به آنها هم سرایت می کند که ناگهان می بینید فساد مالی همه جا را گرفته است و آنگاه در اثر بی‌عدالتی های گسترده که عامل آن هم آخوندها هستند، توسعه بیکاری هیچ آینده ای را در روبروی مردم نمی گذارد و توسعه فقر می رود که فسادهای دیگر را در جامعه گسترش دهد. فساد اخلاقی از دروغ و ریا و تزویر گرفته تا آلودگی های بسیار به مواد مخدر در چنین شرایطی است که وقتی بال می گشایی و چون پرنده بالا می روی و مسائل را از بالا نگاه می کنی، البته به منطقه خاورمیانه و ایران ما، می بینی ابعاد هولنگیزی در ایران ما دارد اتفاق می افتد. نقش یک جامعه سالم را در هیچ کجا نمی شود دید جز در خانواده های تک و توکی، در دره های دور و در یک مزرعه های کاملا محجور در دره های دور مهالود. نگاه کنید ایران دیر سیطره آخوندها به زنان انواع توهین ها را روا می دارد، انواع توهین ها را، و وقتی هم میخواهند همه شخصیت یک زن را فرو بریدند بر روی آنان اسید میپاچند. چه میشود؟ از اسید پاش ها خبری نیست، اما دیدیم که مردمان شجاع و هنوز سالم در جامعه ایران تظاهراتی میکنند در اصفهان و این تظاهرات از سوی مردمان دیگر پیگیری نمی شود و در نتیجه پس از مدتی سکوت تنها کس یا کسانی از این سکوت بهره می جویند به حکومتیان مثلا چند قدم عقب می روند و می گویند ما 10 قدم جلو می آییم، مردم اعتراض می کنند، 3 قدم عقب می رویم، در نتیجه ما 7 قدم جلو آمده ایم. این مسئله تا وقتی که مردم آنقدر قوی عمل نکنند تا به 10 برسند و آنها مجبور بشوند به راستی عقب نشینی کنند ادامه خواهد داشت. اما ما از این نوع مقاومت ها و اعتراض ها بسیار دیده ایم در گوشه و کنار ایران. مردم در جلوی چشمشان میبینند که رژیم درمانده در سیاست گذاری خود دائما دارد از شکم مردم و از رفاه مردم، از تعلیم و تربیت آنان، از بهداشت برای مردم میزند و آن را در شکم گروه هایی چون حماس و حزب الله و حوثی های یمن و بسیاری بسیاری دیگر های تروریست فرو می کند. در عراق و لبنان مدرسه می سازد و بیمارستان، و ما در برابر این همه فساد شما مردم، براستی ما مردم چه کردیم؟ ایستاده اید و بر رو بر به آنها نگاه میکنید و جزئی از فساد شده اید. این دردآور است. خیلی دردتان میآید، میروید در امامزاده ای و تحسن میکنید و نفرین میکنید و منتظر معجزه میمانید و خنده تاتر از همه این که بسیاری بسیارانی از شما به امامزاده ها می روید و پول را که از فروش اسباب خانه تان به دست آمده است در این امامزاده هایی که معلوم نیست اصل نسبشان به کجاست می ریزید و دعا می کنید که شر این رژیم از سرتان کم شود. این یک کمدی سیاه 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 است. شما می دانید که این پول ها به همان آخوندهای می رسد که شما آنها را نفرین می کنید و آنها با همین پول ها ستون های ساختمان رژیم خودشان را محکم تر می کنند.
یک چیز وحشتناکتر این که اکثر شماها جوانان، آقایان، خانمها تا چیزی می شود اظهار نظرهای جورا جور می کنید و جد روشن فکر مابی می گیرید و وقتی به آمار کتابخانها در ایران می رسیم فاجعه عمیقتر از این حرفها می شود، بسیار عمیق، و این برای جامعه امروزی ایران یک فاجعه است. در دومین روز از سال 2015 شاید بگویید چرا این طرف من را میگم دائما دارد آیه های یأس برای ما میخواند. نه آقایان، نه خانم ها، من آیه یأس برای شما نمیخوانم. این حکومتیان هستند که دائم دارند برای شما آیه یأس میخوانند و شما این آیه را نمیشنوید ولی در گوشتان میرود. همه حرکتتان را آنها با آیه های یأس پر کردند. آیه یأس را حکومتیان ولایت فقیه دارند میخوانند که هر سوراخ سنبه گیر آوردند امامزاده درست کردند و تعداد امامزاده ها را در ظرف 36 سال از 2200 به 13300 امامزاده رساندند. از شکم بهداشت و تعلیم و تربیت و غذای مردم و بچه های شما میزنند و دارند آیه یأس را برای شما آنها میخوانند. شما هنوز هم متوجه نشدید؟ من و کسانی چون من میباید از حقیقت چراغی بسازیم و بر تاریکی دور و بر شما بیندازیم تا شاید شما سرانجام گوشه از روشنایی را ببینید و پس پرده را که چه اتفاقاتی دارد میفتد، چه بر سر شما و فرزندان شما و آینده ایران می آید. فاجعه آنقدر عمیق است که حد و تصوری بران نیست. سالی که گذشت یک دیو خفته دیگر بیدار شد و دیو شیعه به روایت خمینی و خامنه‌ای و چند جانور دیگر کم بود، دیو سنی هم داعش به روایت البغدادی و شرکایش پا به عرصه گذاشت، به جان مردم منطقه افتاد. شرم‌آور این که کشورهایی که گاه سنگ مدرنیته به سینه می‌زنند و آب به آتش آنها می‌زنند تا راهی پیدا کنند، خودشان را به آب و آتش می‌زنند تا راهی پیدا کنند وارد اتحادیه اروپا شوند، ترکیه را می‌گویند، و کشورکی که بیش از حد خود خود را باد کرده است و این باد کنک خواهد ترکید، قطر میخواهد جام جهانی 2022 را در آنجا برقرار کند، که البته قطر عربستان سعودی با آنها نشست و برخاست و قطر عقب نشست، ولی ترک ها همچنان به ترک تازی خود ادامه میدهند. گویا کلهشان این روزها بوی قرمه سبزی گرفته است، هوس امپراتوری عثمانی به سرشان زده است. از سوی دیگر در چنین شرایطی که علنا ترکیه دارد از داعش حمایت می کند و همه می دانند و اسناد معتبری در دسترس است، کاروانهای توریستی هتل‌های ترکیه را پر کردند و کشورهای اروپایی، آمریکایی و ژاپن و دیگران دائما میآیند و به این اقتصاد ترکیه در حقیقت پول تزریق می کنند. چگونه است؟ از طرف دیگر روسیه مانده است که با تحریم که بر سر مسئله اوکراین و پایین آمدن قیمت نفت به سرش آمد چه بکند و می گردد شریک انتخاب کند و هیچ شریکی گیر نمی آورد جز یک شریک برشکسته به تقصیر، جمهوری اسلامی، که از اول هم دست در دستانها داشت. همه برشکسته به تقصیر شدند. اقتصاد در ایران زیر سیطره جمهوری اسلامی
اسفبار بود و با کاهش قیمت نفت اسفبارتر از اینها خواهد شد. قیمت نان تا 40% رسماً افزایش می‌یابد. می‌دانیم که وقتی رسماً اعلام می‌کنند 40% قیمت افزایش یافته است، بدون شک این قیمت 10 تا 15% دیگر هم افزوده می‌شود بر آن. و باز مردم به امامزاده‌های ساخته دست آخوند می‌روند و هستی خود را در آن می‌ریزند و هیچ اعتراضی نمی‌کنند. همه دست در جیب هم کردند و دروغ و ریا پشت دروغ و ریا، ارمغان رژیم اسلامی از نوع ناب محمدیش همه گیر شده است. برای سال 2015 هیچ افقی از ذره گشایش وضع اقتصادی، از ذره آزادی، از ذره انسانیت و عدالت، از ذره رعایت حقوق بشر دیده نمی شود. جا دارد در این روزهای آغازین سال 2015 چشمهای من را باز کنیم و بیشتر از هر وقت دیگر به درون خود نظر کنیم و ببینیم این در این وجود چه می گذرد. تضادها را که فاجعه بار است از میان برداریم. هر وقت به حقیقت رسیدیم، شک ندارم ثانیه‌ای تردید نخواهیم کرد که همه یک پارچه در خیابان‌ها و کوی و برزن خواهیم بود و با فریادهای اعتراضی خود رژیم را به دره‌های دور تاریخ خواهیم سپرد. باز هم از آن سوی خبرها با شما خواهیم گفت تا از این طریق شراره‌های کوچک را شاید بشود پیوند داد با هیزم‌های آماده مردم. برای شما همه مردم سالی آرزو می‌کنم که تصویری از خود داشته باشید که در درون شما این تضادها چه بیدادی که نکرده است و چه بر سر ما که نیاورده است. تضادهای درون را از میان برداریم و به تضادهای اختلاف‌آمیز خود خاتمه دهیم، دست‌ها را به هم بدهیم به امید اینکه سالی داشته باشیم که آزادی در آن حرف اول را بزند. تا برنامه آینده، به اتفاق علیرضا کارگردان برنامه، از همه شما خداحافظی می کنم. در ضمن یادآور می شوم که تمام برنامه‌های آن سوی خبر را می توانید در یوتیوب ملاحظه فرمایید. می روید در یوتیوب و فقط می زنید ایرج فاطمی، برنامه‌ها می آید. همه شما را به یزدان پاک می سپارم. یزدان نگهبان شما باشید.